سلام، اینجا درنگ. بعد از حاشیه ها و جنجال های بازی ناهید کیانی و کیمیا علیزاده مقابل هم در المپیک و کلی انتقاد که از طرف تلویزیون ایران و برخی از مردم به کیمیا وارد شده بود، مربی کیمیا و ناهید بالاخره مصاحبه انجام داد و واکنش خودش رو ابراز کرد. مهرو کمرانی بعد از حذف ناهید کیانی از رقابت های المپیک گفت: همه ما امروز روز سختی رو پشت سر گذاشتیم. نمیتونم توصیف کنم که امروز به من چه گذشت. کیمیا از کودکی شاگرد من بود و ناهید کیانی هم با سختی فراوان و بعد از برد قهرمان جهان تونسته بود سهمیه المپیک رو بگیره. این دو نفر با هم دوست بودن و ناهید به واسطه اینکه کیمیا کاپیتان تیم بوده به اون احترام میذاشت. این وضعیت کار رو در این مسابقه سخت کرده بود. ناهید زحمت زیادی کشیده بود. دلم میسوزه که اینطوری فرصت موفقیتش در المپیک از دست رفت. کمرانی در ادامه صحبت‌هاش درباره سیاست و ورزش صحبت می‌کنه و معتقده که کمیته المپیک از قصد این دو نفر رو مقابل هم قرار داده. اون گفت ناهید خیلی خوب تمرین کرده بود و چیزی کم نداشت. همه ما اینجا هستیم تا فارغ از سیاست از ورزش لذت ببریم. اما برای من عجیبه که کمیته بین‌المللی المپیک چرا اینطوری برخورد کرد. به نظر میرسه برای مسئولان ورزش دنیا خیلی هم سیاست از ورزش جدا نیست. نمیتونم به طور 100% بگم، اما فکر میکنم کمیته بین المللی المپیک میخواست که حتما این دیدار برگزار بشه. شعار المپیک اینه که سیاست از ورزش جداست و همه مثل یک خانواده کنار هم هستن، اما امروز دیدیم که این اتفاق نیفتاد. اما ناهید کیانی هم بالاخره صحبت کرد و از وضعیت روحیش توضیحاتی داد. اون گفت قرعه من از قبل مشخص بود و به لحاظ ذهنی آماده این مسابقه بودم، اما اتفاقهایی که در یکی دو روز قبل از مسابقه افتاد اذیتم کرد. البته من ارتباطم رو با فضای مجازی قطع کرده بودم، اما به گوشم میرسید که چه جوی برای این مسابقه را افتاده. در این شرایط انگار کسی حواسش به من نبود. برای من فرقی نمی کرد مقابل چه حریفی بازی کنم، اما به یک باره همه چیز طوری به هم ریخت که الان به این نتیجه رسیدم که خواست خدا نبود من امروز پیروز باشم. از نظر بدنی خیلی خوب بودم و تمرینات فوق‌العاده‌ای پشت سر گذاشته بودم، اما امروز شرایطی رقم خورد که کارم سخت شد. دنبال مقصر نمی‌گردم. هر اتفاقی هم افتاده باشه، در نهایت من باید مراقب خودم باشم و حواسم به برنامه هام باشه. برد کیمیا علیزاده واکنش‌های زیادی رو در هنرمندان و بازیگران در بر داشت. الناز شاکر دوست با انتشار تصویری در استوری اینستاگرامش نوشت: به کجا رسیدیم که دختری که روزی برای این سرزمین مدال آورد، حالا باید در قالب تیم پناهجو، من میگم بی پناه، مقابل پرچم این کشور بجنگه. و چه خوب شد که بردی. تو کیمیای این خاکی تا ابد عزیز من. بهار افشاری با انتشار چند استوری واکنش خودش رو اینجوری ابراز کرد و نوشت: یادمه وقتی اومدی برای فیلمبرداری تیزرهای سریک دفتر ما، یک دختر پر انرژی بود که وقتی ساعت 9 شب به من رسیدی هنوز لباس تمرین تنت بود. بهت گفتم خسته نیستی؟ گفتی نه، من بعد تمرین تازه انرژی میگیرم. ازم پرسیدی باید راجع به چی حرف بزنم؟ گفتم تیزر قسمت شما راجع به اینه که ما نمیگذاریم قهرمان هامون پیشرفت کنن. گفتی باید چی بگم؟ گفتم توی دوربین نگاه کن، فکر کن بردی، اما انگار باختی. بعد بگو ما قهرمانانمونو میکشیم اما اونا رو دل سرد میکنیم. کمی نگاه کردی، فهمیدم که درک این جمله اون روز برای دختر خیلی جوان، قهرمان و با انگیزه مثل تو دور از ذهن بود. گفتی من میشم و ادامه میدم. بعد از کمی مکس و تأمل شاید به حرمت من اون ویدیو رو لطف کردی و برام بازی کردی. اون روزها پر از عشق و تمرین بودی. شاید برای این المپیک عجیب امید داشتی که قطعا اونقدر سخت تلاش میکردی.
کمتر از یک سال بعد که خبر مهاجرتت رو خوندم متأثر شدم که چطور در عرض چند ماه این اتفاق در ذهن و قلب تو اتفاق افتاد و جسارت تو عجیب بود. تو فقط دنبال رویاهات رفتی مثل هر دختر جوانی، اما امروز بعد از بردت که همه ما میفهمیم چقدر برات سخت بود، تو دختری رو خواهرانه و دوستانه در آغوش کشیدی که روزی جای او بودی و این تلخ‌ترین تصویر المپیک خواهد بود. تو و ناهید هر دو دخترکان عزیز این مردم هستید. حبیب رضایی هم ویدیویی از کیمیا زمانی که مربیش رو در آغوش گرفت استوری کرد و اینجوری خواست هم بهش تبریک بگه و هم انتقادی به تلویزیون ایران بکنه که چرا این صحنه رو حذف کردن و نشون ندادن. بهار کیانفشار هم ویدیویی از بازی کیمیا و ناهید رو استوری کرد و هر دوی اونها رو تک کرد و نوشت که من فقط اشک میریزم. بهرنگ علوی هم با استوری کردن توییتش که نوشته بود تو هنوزم افتخار ایرانی به کیمیا علیزاده تبریک گفت. گل شیفت فراهانی هم جزو کسایی بود که از کیمیا حمایت کرد و با مشخص کردن بخشی از این تصویر که نشان دهنده درد شدن اسم کیمیا علیزاده با سه رنگ پرچم ایران روی کمربند مبارزه او بود نوشت: دختران سرزمینم چه زیبایند. کیمیا بی سرزمین نیست. او به خودی خود وسیع ترین و نامحدود ترین سرزمین است. ما سرزمین یکدیگریم. زنده باد کیمیا جان، قهرمان. شما چقدر با صحبت‌های کمرانی مربی ناهید درباره قصد عمد پشت رویارویی ناهید و کیمیا موافق هستید؟ به نظرتون کیمیا علیزاده به کشورش خیانت کرده؟ خوشحال میشم نظرتون رو برامون کامنت کنید. فراموش نکنید همین الان عضو کانال ما بشین تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. لایک هم یادتون نره رفقا.